همگی کلکسیا. وایسا. درود به همگی کلکسیا. به کانال موریا بوتک خوش آمدید. امروز اومدیم با یه ویدیو جذاب، زیبا. بله، فشن استایل. ویدیو دیدنی. چطوری بچا من اومدم دوباره سر چه پر انرژی و پرشور. چطوری؟ امروز یه ویدیو خاص برات آماده کردم. خیلی خوب. دوست دارم ویدیو خاص دوست دارم. بوتک خاص باز تو کامنت ها. بچا ما یه ویدیو دیگه هم با فرشاد داریم. البته نمیدونم حق زمان میاد یا نه. کانال فرشاد که همتون دارید این زیر میذارم. اون روزی هم که ویدیوش بیاد استوری میکنیم. اگر هم که همزمان باشه لینکشو میذارم. دو لایک و کامنت سابتون نره. بریم اینترو رو ببینیم بیام واسهتون ویدیو رو توضیح بدم. لتس گو. قانون جذب و دیدی کائنات و جذب و انرژی. آره آره آره، شدیدم بهش اعتقاد دارم. شدید. ببین من امروز یه سری چیزا رو میارم، تو باید بین اون دوتا یه سری چیزا رو انتخاب کنی. اگرم دوست داری میتونی توضیح بدی چی. اینها همه وسایل فوق العاده لاکچری هستن، خونه های لاکچری، خب جواهرات لاکچری. بعد وارد ماشین های لاکچری میشیم و حتی انتخاب دخترای سلبریتی هم میشیم، ولی خب تهش هم باز به یه سری گزینه هایی میرسیم، میتونی هر چیزی که تو ذهنت انتخاب کنی. حالا اوکی، اصل این ویدیو چجوریه؟ وقتی تو همه اینا رو انتخاب کردی، من و تو باید چشامون رو ببندیم، یه موزیک بک‌گراند پخش کنیم، یه دقیقه باید به موزیک گوش بدی. اگه تو قانون جذب ذهنیتت، کارمات، به این چیزی که داری اعتقاد داشته باشی، تو این یه دقیقه نباید بخندی و فقط فکر کنی به همین چیزی که انتخاب کردی. آها، تو این یه دقیقه نباید بخندی. خانمای سلبریتیش به کنار کتک می‌خوریم. نه، خانمای سلبریتیش هست، ولی نگران نباش، گزینه‌هایی داری. آره، خیال راحت. آره، اوکی، اوکی. بریم سمت اول. دایموند رینگو ترجیح میدی یا گولد واچ؟ ساعت طلایی یا رینگ دایموند؟ دایموند رینگ یا گولد واچ رولکس؟ 100%. ببین ممکنه اون گرون‌تر باشه ها، ولی من گولد واچ رو ترجیح میدم، چون ساعت یکی از چیزهای خیلی مهم توی تیپ آقایون. دقیقاً. تو ساعت رو دست چپ می‌بندی یا راست؟ چپ. آیا به این اعتقاد داری پسرها نباید ساعت رو دست راست ببندن؟ اصلاً ربطی نداره. اصلاً ربطی نداره. پلی استیشن 5 می‌خوای تو خونت باشه یا ایکس باکس ایکس؟ اینا رو با خادیدی اینا رو چوسی. انتخاب کن. ولی یه دونه با انتخاب کنم. آره، دیگه آره. من PS5 رو انتخاب میکنم. از بچگی پلی استیشن باز بودم کلا. به این دقت کردی فروش سونی خیلی بیشتر از ایکس باکسه، ولی تو خیابون طرفدارای آره. ایکس باکس بیشتر از PS5. جدی دارم میگم. جدی؟ به خود من هر کی صحبت میکنم، مثلا میرم با فنم بازی آقا همه ایکس باکس دارن. انحصاریای PS5 از نظر شخصی من ایکس باکس فنا ناراحت نشن، ولی به نظر من بالاتر. ولی یه گزینه دیگه هم من احساس میکنم ایکس باکس رو راحت‌تر میشه تو ایران خرید تا پلی استیشن. آره، ولی مثلا من گیرز آف وار ایکس باکس رو خیلی دوست دارم. آره، خیلی یکش اومده بود رو 360 بازی می‌کردم. بهترین بازی PS5 برای چیه؟ سونی PS5 نه، سونی. آقا دلست آفاس هبیرین هم بازی کردی؟ نه بازی نکردم. حتما بازی کن. آنچارتد هم دوست داشتم، ولی اون فکر کنم انحصاری نیست. اونم انحصاریه آنچارتد. اونم انحصاری خالص. آره اونم فکر کنم گیمر اگه سوتی میدید گاد آف وار. آره گاد آف وار. گاد آف وار که خداست. بریم گزینه بعد. بود کیف گوچی یا کفش نایک؟ کیف و کفش نیست. آخه ببین اون کیف زنونه است. عزیزم تو میدونم زنونه است. کیف گوچی یا کفش نایک؟ ولی منظورت کیف گوچی یا گوچی؟ کیف گوچی 100%. ولی اگه کفش لوئی ویتون بود با کیف گوچی میگفتم کفش لوئی ویتون. یه آپارتمان لاکچری زندگی کنی یا یه ویلا؟ همیشه اینو صحبتشو کردم، من یه آپارتمان لاکچری رو ترجیح میدم. چرا میخوای دلیلاشم بگم؟ آره دوستان، چون واقعا چون... عجیبه برام. ویلا خب توش راحته، راحتی. ببین ویلا اینش باحاله که استخر داری، فضای سبز داری، یه جای مثلا فقط زمین خودت فلان اینا. ولی اینکه زندگی کنم من آپارتمان رو ترجیح میدم، چون سرویس چارج داره، مثلا خودشون راپله راه رو اینا همه اتوماتیک تمیزکاری میشه. اینجا دیگه نمیخواد چمن بزنی، نمیخواد ماهی یه بار بیان استخرتو تمیز کنن فلان کنن. رسیدگی خیلی خلاصه زیاد داره. یه سوال، تو کشور قبلی سوئد بود درسته؟ بله بله. اونجا هم باید چمن میزدی؟ آره من فکر میکنم فقط کانادا باید چمن بزنی جریمه میشه. نه سوئد هم خونه خواهرم اینا از این دوپلکس ویلایا بود، چمن دارن میزنن. بعد بارو کن چمن بزن. ما که با کچی اینا بودیم یه مدت انقدر چمن نزدیم برگ جریمه اومد تو خونه.
زرد شده بود، ریده بودید به ویو خیابونا. همه خونه ها چمنا زده بود جز خونه ما. هلیکوپتر یا جت شخصی؟ داداش 100% جت شخصی. اصلا چه سوالیه؟ اصلا سوال خیلی چرت و پرتی بود. جت شخصی همه جا خودت در جا دلت خواست می‌کنی. هلیکوپتر که نمیتونی بری مسافرت. اوکی قبوله. تیم فوتبال شخصی تو داشته باشی یا تیم بسکتبال؟ آخه ببین بسکت هم NBA هم خفنن همه. یا NBA رو بگو یا یه باشگاه. ولی چون بیشتر از فوتبال سر در میارم، یعنی حتی یه سری قانونای بسکت هم نمیدونم، رانینگ و حمله توپ و نمیدونم یه چیزی از داستانا. ولی اگه بیشتر از فوتبال بازیکناش سر در میارم، دوست داشتم یه تیم فوتبال داشتم با یه عالمه پول، بعد هر کیو دلم می‌خواست می‌خریدم. ولی اگه بری تو NBA گنگت پر میشه دیگه، هیچکی جرئت نداره بهت آره آره. و گنگ تو آمریکا پر میشه دیگه. اونجا بین کیف و کفش، خب کیف رو انتخاب کردی. حالا اینجا دو مدل کیف میاد، همون گوچیه یا لوی وی. نظر خودت چیه؟ اصلا امکان نداره نگی لوی وی. تموم شد. من برده لوی وی تونم. مک بوک رو ترجیح میدی یا آی مک؟ یا اینجا نیست تو گزینه یا کلا ویندوز سیستم کامپیوتر پی سی؟ ببین من ویندوز رو ترجیح میدم به خاطر اینکه آی گیمرم. ببین تصوراتت هم کن، تو داری چیز لاکچری تو میسازی، تو اونجا دوست داری آی مک رو میز شخصیت باشه یا مثلا ویندوز کیس؟ ببین من ترجیح میدم پی سی ویندوز باشه ولی یه مک بوک هم داشته باشه. آره این نوت بوکت اونجوری باشه. آره نوت بوک هم. تو لپتاپ داری الان؟ لپتاپ آره. فرق لپتاپ با نوت بوک چیه فرشاد؟ اینا باشه ریزر گیمینگ سالی یه بار روشنش می‌کنه. فرق لپتاپ با نوت بوک چیه؟ آقا هیچ فرقی با هم نداره. چرا دو تا اصولا فکر کنم به یه سری لپتاپ‌های سایز کوچیکی که قابل نوشتن و قلم و اینا داره نوت بوک هم میگن. نمیدونم و حدس میزنم. اوکی امکانش هست. سامسونگ رو ترجیح میدی آیفون؟ آخرین مدل آیفون یا آخرین مدل سامسونگ؟ آخرین مدل آیفون داداش، اصلا با اختلاف به نظر من اپل 10 لول بالاتر از سامسونگ، چه از لحاظ طراحی چه از لحاظ سامسونگ فن زیاد داره. آره زیاد نداشته. آقا قرار نیست بگم بین جفتش، نمیدونم حالا کدومو بگم، ولی حقیقتو میگم. بوریا پوتک ویژن پرو رو دیدی؟ ژانویه 2024 میاد، عینکه رو میگی؟ یا ابوالفضل من میخواستم بخرم ویدیوشو بسازم، فهمیدم نمیاد الان. داداش من نشسته بودم پای کنفرانس منتظر بودم بگه order now available next week. ببین فکر کنم اولین آیفون 13 رو من تو دنیا خریدم، هی رفرش میزدم تا order باز چه زرد. فن اپلی دیگه، خیلی خوبه. ببین فن تعصبی الکی نیستم دیگه، همه چی فروش و اینا مشخصه. یا یات لاکچری رو ترجیح میدی یا اینی که معنیشو به فارسی نمیدونم و ترجیح میدی؟ حاجی به اونا اصولا میگن RV، یعنی اینا که حمل میکنی یه خونه رو با خودت که جا داره برای خواب و نشستن. من یا تو ولی آره یا تو من ترجیح میدم، بعد از لحاظ قیمتی هم ربطی به هم ندارن. زندگی تو دبی یا تو مالدیو؟ وای حاجی مالدیو فقط به درد یه سفر یه هفته‌ای ماه عسلی، یعنی صبر ماه عسل فرشان سهیل لورم. آره ممکنه، واقعا ممکنه. اگه ولاگ ما هست خیلی خفنه. بگی بابا سری میخوام ببکنم. ولی زندگی تو دبی، این عکس تو همین شهری که تو هستی، میام دبیه دیگه، یعنی همون من سوتی رو بوریا پوتک خیلی سر این ویدیو سوتیاتو گرفتم، ولی این دیگه تهش بود. مگه میشه اینجوری بگی؟ آره دیگه اینجا داون تاون، منم داون تاونم، ولی یه جوریه که ساختمون من پیدا نیست تو این عکس. اون ساختمون دایره آره. چیه؟ اونم جای زندگی میکنن توش یا عمل؟ اون هم اصولا هم آفیس دارن هم رزیدنس دارن، ولی این یکی این یه دونه رو نمیدونم. ببین تو کلا از خیر ویلا گذشتی، همون آپارتمان لاکچری بذار جای مدرن ویلا، اونو ترجیح میدی یا توی قصر زندگی کنی؟ آپارتمان لاکچری پنتاس. تو اگه تو اون قصری دلیل برای نمیشه که تو چمنتو بزنی، 100 تا بادیگارد داری، 300 تا چمنزن داری. حاجی این منشن، مثلا 40 تا اتاق خواب داره. خیالمو تو چیکار کنم؟ حاجی خیلی حال میده، نمیدونم. اوکی سری بابا حال نمیده، گم میشی توش. یسی ببین من میگم آپارتمان شخصی، فکر نکن یه آپارتمان یه خوابه دو خوابه، یه پنت هاوس سوپلکس با آسانسور یا ابوالفضل پرایوت سینما، اینا همه چی داره. دوست داری ماساژور شخصی داشته باشی یا دستیار همیشگی شخصی؟ حاجی دستیار
همیشگی. اصلا ماساژو که یه دقیقه هر موقع ماساژ بخوام میرم مثلا میدم چیز، ولی دستیار شخصی که کمکت کنه تو کارات خیلی خوبه. آره یه آدم یه نفر میخواد همیشه کمکش کنه. سفر تو زیر آب یا سفر به فضا؟ زیر آبو که رفتی. زیر آب که یه قواسی بوده دیگه این... که بری زیر آب سفر کنی. حاجی من از ارتفاع هم میترسم، میگم سفینه میتره که اون مثلا زیر آب اگه شیشه بشکنه چی؟ بشکنه حالا به هر حال یه چیزی سوار میشه که به هر حال اکسیژن بکاپ هست اونجا، سری جلیقه میری رو آب. من زیر آب. آره زیر آب. گیمینگ روم ماساژ روم؟ 100% گیمینگ روم. خودت راننده ای کنی یا راننده شخصی؟ حاجی بستگی به ماشینش داره. میباخ 2028 میباخ یا رولز رویز باشه، اگه سنم کمتر بود میگفتم خودم راننده ای کنم، ولی الان نه راننده داشته باش. راننده خیلی خوب. حاجی اوایل عاشق رانندگی بودم، عشق این بودم که برم راننده، الان زیاد حال ندارم. زمین تنیس شخصی داشته باشی یا زمین گلف شخصی؟ حس خاصی به هیچ کدومش ندارم، ولی تنیسو ترجیح میدم. لباسهای گرون قیمت یا غذاهای گرون قیمت؟ ببین من 100% لباسای گرون قیمت رو ترجیح میدم چون خیلی لباسی ام. جکوزی یا استخر؟ یه دونهشو میتونی داشته باشی یا تو تاش اینا رو جذب کنی. آره جکوزی رو 10 15 دقیقه ازش خسته میشی. استخر. جزیره شخصیت یا قصر شخصیت؟ قطعا جزیره شخصیت چون قصر و ویلا رو همه رو گفتیم برام بده. آره قطعا جزیره. ببین اونی که اینه یه منشن، حالا کسل مثلا دو برابر منشن. آره. ولی پرایوت آیلند دریا داره، جنگل داره، جت اسکی، قایق، فلان، همه چی. خونتون آشپز شخصی داشته باشه یا کسی که فقط تمیز کنه؟ وای معلومه آشپز شخصی. اصلا من همیشه آرزوم این بوده که تمام وعده‌های غذای موقعی که ورزش میکنم خیلی سفت و سخت همیشه حاضر و آماده باشه. یه کسی که خوب حقوق میگیره یا کسی که یه بیزینس موفق داره؟ کسی که بیزینس موفق داره قاعدتا 100%. سلف مید میلیونر شی یا نه همینجوری؟ آره سلف مید 100%. اون یکی مثلا بیمه پیمه و ارث بود، اون یکی خودم نه سلف میلیونر دیگه. حالا اون یکی هرچی بود. سوپرکار یا کلاسیکا؟ 100% سوپرکار. من همیشه عاشق سفر در آینده بودم. گفتی سوپرکار، میریم سمت انتخاب ماشینای لاکچری. ببخشید وسط کارتون یه لحظه اومدم. سمند و پراید الان لاکچری ان؟ لاکچری یعنی دوست آخونست تو هم پولشه دیگه شاید باشه. سمند یا پراید؟ دوستشون آشغالن ولی چون سمند محکم تره. سمند یا آردی؟ سمند. سمند یا 206؟ 206. سمند یا بی ام و؟ اینو نمیدونم. ایکس ام این. ایکس ام. من ایکس ام. برسون میگفتی سمند. ویدیو رو همینجا تموم کرد. ایکس ام یا بنز؟ فکر کنم میگه. این میباخ هم هست. آره. میباخ. بنز میباخ. پاگانی یا بنز میباخ؟ داداش 100% پاگانی. چه سوالی آخه. رویز رویز یا پاگانی؟ پاگانی. 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 این چیه؟ فراری. فراریه. چه فراریه این؟ خیلی بهش میاد خفن باشه همین. همین اوکی. فراری. بوگاتی یا فراری؟ بوگاتی. بوگاتی یا پاگانی؟ اینم بگو دوستانم بدونم. بوگاتی. مرسی دیگه. بوگاتی پام قولاخره. لامبو یا بوگاتی؟ ببین تو به مدل لامبو نگاه نکن، هر لامبو جدیدترین لامبوی دنیا. اگه پس اینطوریه دیگه 100% لامبو، ولی باز اگه همین مدل این فکر کنم اونتادور جدیده. آره، نمیدونم. این اونتادور جدیده. ولی من لامبو رو دلی دوست دارم. ممکنه مثلا قیمتش 1/5 اون بوگاتی باشه یا 1/10. آفرین. اینا رو انتخاب کردی؟ تا الان عکسی که میتونیم ازت بسازیم این شد. میریم سمت اون دختری که میخوای باش باشی. اوکی. از ایرانی میریم جلو ببینیم چی رو انتخاب میکنی. کراش دیگه داداش منظورت. بهار رهنما. اسکیپ اسکیپ. باران کوسه. اسکیپ. نه بین بهار و باران انتخاب کن. آها باران. باران. باران خیلی باران. آره. این... همین. اوکی. این به نظرم اسکیپ قطعیه. نه همون. همون اوکی. قبلی. آره. الناز یا تناز؟ همون تناز. لیلا یا لیلا آتمی؟ تناز. اوکی. لیلا اوتادی؟ نه تناز. تناز. ایشون کیان؟ لیندا کیانی. لیندا کیانی؟ نه تناز. اوکی. سش دیدنی بود. وای چقدر قشنگ. مهتاب میری بعدی. آره خانم کرامتی. خانم کرامتی یا خانم یادم رفت اسمشو، خیلی بازیگر خفنی. همون خانم کرامتی. منو بگو میگم مهتاب. من 3 سال باهاش تو رابطه ام. همون خانم کرامتی. آقا اسم این چی بود؟ این زن آقای جوان هست. آجی تو میفازی پس؟ نه 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 اینا ببین خب اینا خوبای قدیم سینما هست. اوکی نیکی کریمی یا خانم کرامتی؟ خانم کرامتی. اسمشو به خدا یادم نیست ولی میدونم. آره ولی خانم کرامتی. خانم کرامتی.
همین و خانم امیر جلالی. شیلا خدا داد. آره خدا داد. نه همون خانم امیر جلالی. خانم امیر جلالی؟ واقعا؟ آره من خانه بدوشو 5 بار دیدم. خانم بیات نه، همون خانم امیر جلالی. خانم امیر جلالی یا دوالیپا؟ آجی خانم امیر جلالی انتخاب سختیه. بین خانم امیر جلالی و دوالیپا. دوالیپا. بذار عوض کنی. خانم امیر جلالی خیلی تو صدر بود. شوهرش تا دوالیزه داره، شوهر داره، چی داره؟ نهایت بزنته. ما همین جوری میگیم. حالا دوالیپا یا عشق زندگیت؟ کو الان عکس نیومد چیزی. نه دیگه. عشق زندگی. عشق زندگیم 100%. آره، زندگی رویایی و زندگی رویایی. عشق زندگی. یه عکسی که اومد از زندگی رویایی فرشا سالت بده. حالا رسیدیم به حساس قضیه. ببین دستتو بیار بالا اینجوری. اینجوری کن حالا. اینجوری چشتو ببند. ببین یک دقیقه یه موزیکی پخش میشه، تو توی یک دقیقه چشتو ببند. آماده ای؟ بریم به چیزایی که بهم نشون دادی فکر کنم. نه بله، به چیزایی که بهت نشون دادی. یک دقیقه سکوت. حاجی تمله چی بودی اومد؟ تمله اومد داشتی میخوادی بیا. از صمیم قلب امیدوارم به همه چیزایی که انتخاب کردی هم تو هم هر کسی که دوست داره برسه. عشق منی دمت. خیلی ویدیو باحال و جدیدی بود. دمت گرم. عالی بود. بچه لایک و کامنت سابیاتون نره. اگه همزمان با دفعه باشه ویدیومونی کشو میذارم. اگرم نباشه که خودم تو استوری میذارم. مرسی فرشاتون وقت گذاشتی. عشق منی قربونت برم. آن که رفت به حرمت آنچه که با خود برد حق بازگشت نداره. اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.